اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه بررسی خود در 15 اکتبر نتوانستند در مورد اینکه پرزیدنت اوباما به درخواست ژنرال استنلی مک‌کریستال برای اعزام 40,000 نیروی بیشتر به افغانستان چه واکنشی نشان دهد، اتفاق نظر پیدا کنند. ایلیانا راسلتنن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در کنگره و از محافظه‌کاران ارشد در این کمیته، نسبت به بی‌تصمیمی دولت اوباما در مورد درخواست ژنرال مک‌کریستال انتقاد کرد. To prevail against Al-Qaeda and the Taliban in Afghanistan. برای فاقد آمدن بر القاعده و طالبان در افغانستان، دولت باید استراتژی خود را به طور کامل و بدون تأخیر بیشتر به اجرا درآورد. از وقتی که ژنرال مک‌کریستال درخواست خود را برای بررسی به کابینه تقدیم کرده، 76 روز گذشته است و زمان همچنان دارد می‌گذرد. وی تأکید کرد که تأخیر جان آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد و موجب گسترش دامنه خطر علیه منافع آمریکا نیز می‌شود. یک روز قبل از آن، پرزیدنت اوباما برای پنجمین بار به منظور مباحثه در مورد استراتژی جنگ در افغانستان با مقامات کلیدی کابینه خود دیدار کرد. اوباما گفت که تصمیم وی در مورد آن استراتژی از جمله احتمال اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان طی چند هفته آینده اتخاذ خواهد شد. دانا رورارباکر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت کالیفرنیا، با افزایش نیروها مخالفت کرد و توصیه کرد که به جای آن آمریکا بر سازماندهی نیروهای نظامی افغان و کمک به مردم غیر نظامی در آن کشور تمرکز کند. اعزام نیروهای بیشتر استراتژی است که کارا نخواهد بود و اوضاع را در افغانستان تغییر نخواهد داد. افراد زیادی در افغانستان هستند که حاضرن خودشان برای کشورشان بجنگند و تا زمانی که با آنها ارتباط نداشته باشیم و به جانب خود جلبشان نکنیم، در نهایت بازنده خواهیم بود. اعزام رزمندگان آمریکایی بیشتر در واقع از جهات بسیاری غیر سازنده خواهد بود. کاری که باید انجام دهیم این است که مطمئن شویم صدای ما به مردم افغان در سطح روستاها میرسد و ذره ای از آن 31 میلیارد دلاری را که بدین منظور پیشنهاد شده است هزینه کمک به آنها کنیم، نه آنکه سعی کنیم نیروهای بیشتری بفرستیم تا بیشتر آنها را از خود برانیم. باربارا لی، نماینده دموکرات کنگره از ایالت کالیفرنیا و تنها عضو کنگره که در سال 2001 علیه اعزام نیرو به افغانستان رأی داده بود، قابل اتکا بودن استراتژی اوباما در دراز مدت را مورد سوال قرار داد. آیا استراتژی برخورد نظامی ضد شورش در افغانستان امکان پذیر، قابل اتکا و با دوام است؟ آیا حضور نظامی آمریکا برای مدتی نامعلوم در افغانستان با امنیت آمریکا و منافع ملی ما همسو است؟ اگر به این پرسش ها پاسخ دهیم و واقعا منابع موجود خود را در نظر داشته باشیم، می توان امیدوار بود که استراتژی دیگری را در پیش گیریم. نماینده دیگر کنگره، ران پاول، گفت که طالبان خطری برای آمریکا نیست و خواستار خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان شد. آنها حتی اگر بخواهند نمیتوانند با آمریکا صدمه بزنند. آن وقت ما رفته ایم آنجا، جنگ را پیگیری میکنیم، جنگ را گسترش میداریم و وارد خاک پاکستان میشویم. مردم آمریکا ایران نمیخواهند. ما پول نداریم. هزینه آموزش پزشکی در اینجا را نمیتوانیم تامین کنیم. آن وقت تقاضا داریم 40,000 تا 80,000 نیرو به افغانستان بفرستیم و دامنه جنگ را گسترش دهیم. وقت آن رسیده که به این وضعیت آشفته پایان دهیم. دکتر فردریک دبلیو کاگان از دیگر شرکت کنندگان در این جلسه، با استناد به گزارش راسلتنن مبنی بر آن که دولت اوباما در حال بررسی تعامل با بازگشت طالبان به قدرت است، به کمیته نسبت به خطر چنان سیاستی هشدار داد. بی تردید در چنان صورتی طالبان به القاعده امکان پناهگاه های تازه ای را خواهد داد که ما امکان دسترسی به آنها را نخواهیم داشت. کاگان توصیه کرد ارزیابی ژنرال مک‌کریستال در مورد استراتژی افغانستان بررسی شود و از تقاضای وی برای افزایش نیروها حمایت کرد. I do believe that we are at this moment losing the war in Afghanistan. باور ندارم که ما در این لحظه داریم جنگ را در افغانستان می‌بازیم.
اما معتقدم اگر نیروی کافی برای دفع شورش و عقب راندن شورشیان نفرستیم، بسیار پیشتر از آنکه چشم‌اندازی برای آماده سازی نیروهای نظامی افغان یا نیروهای انتظامی و امنیتی محلی برای رویارویی با آن مشکل به وجود آید، جنگ را خواهیم باخت. الکساندر تیر، مدیر مؤسسه آمریکایی صلح برای افغانستان و پاکستان و از جمله شاهدانی که در جریان این جلسه بررسی نظر خود را ارائه داد، با استناد به همکاری طالبان با القاعده با فرض بی خطر بودن طالبان برای آمریکا مخالفت کرد. They are genetically mixed with Al-Qaeda as well as ideologically mixed with Al-Qaeda. آنها هم از نظر ژنتیک و تبار و هم از نظر مبناهای عقیدتی با القاعده پیوند دارند. بین آنها ازدواج‌هایی صورت گرفته. برای من خیلی دشوار است قبول کنم که طالبان ناگهان به یک نیروی ضد القاعده تبدیل شود و از حرکت القاعده علیه آمریکا جلوگیری کند. فکر نمی‌کنم هیچ مدرکی برای اثبات آن نظر موجود باشد و نمی‌توانیم چنین اطمینانی نسبت به آنها داشته باشیم. و هر کس هم که جز این فکر کند، به نظر من بی‌پایه حرف می‌زند و حرف‌های ساختگی می‌زند.